فیلم بهترین ارادت ها به ادامه برنامه امروز میپردازیم. قبل از شروع تشریح آیه شماره 3 از سوره نساء در مورد مشروطیت و چگونگی تعدد ازواج، به مطلب که از آیات قرآن رو که از سوره مجادله آیه 18 رو آقای احدزاده مطرح کردن میخوانم. روزی که خدا همه آنان را برمی انگیزد، از همان گونه که برای شما سوگند دروغ میخورند، برای خدا هم سوگند دروغ میخورند و گمان میکنند که با سوگند دروغ میتوانند در عرصه محشر سودی برای خود جلب کنند و زیانی را از خیش بگردانند و دور کنند. آگاه باش که آنان همان دروغگویان میباشند. در این قسمت پیشنهاد میکنم که ما لاغر به یک مطلب دیگر بپردازیم و اون موضوع تشریح آیه شماره 3 از سوره نساء هست. دو موضوع در اینجا باقی میماند، یکی توضیح درباره احوال احمد کسروی، حقوقدان و محقق و متفکر ایرانی که در رد فرقه سخن گفته و یکی از پیشتازان این موضوع هست و شرایطی که بر او رفته و مبارزاتی که با او شده و تجزیه و تحلیل افکار و اندیشه های او رو با شما مطرح بکنیم. به یکی موضوع معراج رو که چند بار هم دربارش صحبت شده باز هم تکرار بکنیم، چون از اهمیت بسیاری برخوردار است. آیه شماره 3 در سوره چهارم قرآن در واقع دنباله آیات شماره 1 و 2 هست و ارتباط و اهمیت این ارتباط رو نشان میده که مربوط به حفظ حقوق یتیم و شرایط مختلفی که حقوق یتیم رو در اون شرایط محفوظ نگاه میداره و اهمیت قرآن رو به یتیم و حقوق یتیم و حفظ حقوق یتیم اشاره میکند. قبل از شروع اتاق فرمان، اگر که امکان داره آماده باشید سوره 4 رو روی صفحه آماده داشته باشید. در برنامه ساعت قبل درباره تطویل و تقلیل عمر سخن گفته شد و گفتیم که اون چی که تغییر نمی کند و اون چی که ما از او با خبر نیستیم، نه خبر داریم و نه تغییر می کند، اجل مسماست که قرار بر این است که در این زمان معین این اتفاق بیفتد از نظر میزان عمر. اما نقش اراده انسان در تقلیل این دوران در قرآن آمده و جناب رحیمزاده سوال کردند که کدام آیه قرآن بر این اصل گواهی می‌دهد که ما هم عمر رو کوتاه کنیم و هم از کوتاهی عمر با خبر باشیم. قبل از اینکه حالا آیاتی رو ارائه بکنیم، این رو عرض می‌کنم که
هر باری که در قرآن میگوید که شما قتل نفس میکنید. قتل نفس کردن یعنی که هم عمر رو کوتاه میکنید. هر آیه که در قرآن میبینید شما که قتل نفس درش هست، کشتن درش هست، قتل درش هست، پاسخ شماست. یعنی عمر رو شما کوتاه میکنید، چه عمر خودتون باشه چه عمر دیگری. وقتی شما کسی رو میکشید هم خبر دارید که این کی میمیره، میگه تا 5 ثانیه دیگه تو رو میکشم، بنابراین از عمرش خبر دارید که کی تمام میشه، مرگش رو خبر دارید. و بعد هم آیه به خصوص شما لازم ندارید، البته پیدا میکنم، ولی آیه احتیاجی ندارید. سراسر قرآن پر از این که شما چگونه قتل میکنید، چه گناهی داره، چه هست و اینها، راجع به احکام کشتن و فساد صحبت میکنه. جان کسی رو میگیرید، جان کسی رو با اراده خودتون میگیرید و عمرش بالاخره کوتاه میشه و زمانش هم که میخواد بمیره معین میشه که کی میمیره. اینا باز برمیگردم به تأکید در مورد مطلبی که گفته شد که اجل مسمى مشخص نیست برای ما که چه زمانی است. یعنی اگر ما در کامل، به صورت کامل در اطاعت از خدا باشیم، نسبت به عمر ما، عمر ما به یک حد اکثری میرسه، به یک مسمایی میرسه که اون رو هیچ کس نمیداند که چه موقع اتفاق میفته. از سخنان بزرگان ما مثل امام علی میگوید که در بین امور یقینی مرگ مشکوک ترین آنهاست. یقینی هست، حتما اتفاق میفته، غیر ممکن اتفاق نیفته، همه پیش بینی میکنیم، ولی در مورد تاریخ وقوعش مشکوک هستیم و هیچ وقت در اون مورد، در مورد مرگ طبیعی، به یقین نمیرسیم. تصور میکنم بیشتر منظور قرآن از عدم اطلاع به زمان مرگ مسمى این هست که بشر اطلاعی به غیب نخواهد داشت. یعنی ما نسبت به آینده و نسبت به غیب دارای معرفت نیستیم. اصل موضوع که به مرگ انسان و زندگی انسان ختم میشه، عدم امکان بشر، عدم استعداد بشر برای درک زمان آینده و وقوعاتی که، وقوعی که در زمان آینده انجام میشه، اتفاقاتی که در آینده انجام میشه، ما بر اون کار اشراف و اطلاعی نداریم. و اما سوره چهارم آیه شماره 1 رو خواندیم، دوبار نتوانستیم آیه سوم رو شروع کنیم، از نو میخوانیم، کوتاه میخوانیم، فقط ترجمه میکنیم. یا ایها الناس، ای مردم، اتقوا، تقوا ببرزید، ربكم، به ربی که، الذي خلقكم، خلق کرد شما را، من، از، نفس، یک، واحدت، منبع و وجود واحد، و خلق، و خلق کرد از آن وجود واحد، منها، زوج شما را، و شما را پراکنده کرد و پخش کرد، پراکنده کرد در سراسر، من هما، و از بین شما، رجالا، مردان، کثیرا، به تعداد زیاد، و نساء، و همینطور زنها به تعداد زیاد، واتقوا، و
و تقوا ببرزید الله به اللهی که الذی تساءلون به واسطه او از یکدیگر مطالبه و درخواست میکنید بهی والارحام و همینطور به حرمت حفظ حرمت رابطه یکدیگر ان الله کان علیکم رقیبا و به درستی الله می باشد بر شما مراقب و ناظر بر شما. در اینجا ضمن اینکه قرآن به یک منبع مشترکی اشاره می کند که ریشه مشترک ما رو در خلقت به ما معرفی می کند، رابطه این انسان ها رو با هم مطرح می کند که ما به نام الله که باید به اون الله تقوا ببرزیم، همون اللهی که به نام او رابطه برقرار می کنیم، مطالبه از هم می کنیم، با هم قرار میگذاریم، رابطه رحم پیدا میکنیم، رابطه خونی پیدا میکنیم، رابطه حمایت پیدا میکنیم، یعنی در واقع تأسیس جامعه، تأسیس یک موجود اجتماعی در یک جامعه بر اساس نیاز و بر اساس استعداد بشر پایه‌گذاری میشه. بشر از طریق نیاز میگوید که از به خدای تقوا ببرزید که به عنوان او و به اسم او و بر حسب قواعد و قوانینی که او آفریده از یکدیگر طلب میکنید، نیاز به یکدیگر دارید، از یکدیگر رفع نیاز میکنید، هم شما از دیگری رفع نیاز میکنید هم دیگری از شما رفع نیاز میکنه و رابطه رحمی با هم دارید، رابطه ریشه‌ای با هم دارید و در ریشه ها از هم حمایت میکنید و با هم مرتبط هستید و از هم رفع نیاز میکنید و بدانید که در این رابطه رفع نیاز کردن و رابطه ارحام خدا بر شما شاهد و ناظر و مراقب است. یعنی در این آیه بعد از اینکه به موضوع گوهر واحد آفرینش اشاره می کند و اینکه مرد و زن یکی هستند و از یک منبع بیرون میان، منتها به صورت نر و ماده بیرون میان، ولی از یک مخزن، از یک ظرف بیرون میان، ساخته میشن، این خیلی مهمه که به این موضوع اساسی توجه بشه و میگوید که تقوا بورزید، متقی باشید در مقابل خدایی که به نام او رابطه برقرار میکنید و به نام او از یکدیگر رفع نیاز میکنید، یعنی تعامل و حمایت مشترک و متقابل بین انسانها و تشکیل یک جامعه بشری رو بر اساس اتکای به اون خدا و با اعتقاد به اون خدا به وجود می آورید، به اون خدا تقوا داشته باشید و رعایت تقوا کنید. در آیه شماره 2 و آتو درباره این رابطه ای که در آیه قبلی صحبت کرد، رابطه ارحام و رابطه رفع نیاز بین مردم که به نام خدا رفع نیاز میکنید، به نام خدا تقاضا میکنید، به نام خدا رابطه برقرار میکنید، به نام خدا ریشه ها با هم در ارتباط قرار میگیرند و بعد به یکی از این روابط اشاره میکنه، رابطه شما با یتیم و رابطه مال یتیم با یتیم و رابطه مدیریت شما بر اموال یتیم و وظیفه شما در حفظ اموال یتیم و آتو و بدهید الیتام به یتیم، به یتام، به یتیمان اموالهم اموال ایشان را ولا
تتبدلوا و تبدیل نکنید الخبیث اموال خبیث را بالطیب به اموال سالم و مفید اموال زیان بخش و غیر مفید رو با اموال مفید معاوضه نکنید که اموال خبیث مال شما باشه اموال طیب مال یتیم باشه ولا تأکلوا و نخورید و استفاده نکنید اموالهم اموال ایشان رو الى اموالكم با اموال خود مخلوط نکنید و نخورید اموال اونها را از طریق اختلاط با اموال خود انه حوبن ببخشید انه کان کان حوبن کبیرا که این یک گناه بزرگ و یک جنایت عظیم محسوب می شود که دخالت در اموال یتیم و سوء استفاده از اموال یتیم. آیه شماره 3 به این ترتیب بیان می شود. ملاحظه می کنید که از آیه اول درباره رابطه انسان ها، تعاون بین انسان ها، وظیفه انسان ها به کمک های متقابل، توجه به هم ریشه بودن، حمایت و حرمت حفظ رحم و هم ریشگی با اون شروع میکنه. مثال یکی از اینها که مهمتر از همه اینها هست، موضوع یتیم مطرح میشه در اینجا و در مورد حفظ حقوق یتیم سخن میگوید. حفظ حقوق یتیم از آیه 2-3 چنین ادامه پیدا میکند. پس موضوع این آیه حفظ حقوق یتیم است. و این و چنانچه خفتم ترس داشتی، نگران بودی، الا تقسطوا که تو نتوانی رعایت عدالت نمایی، تقسطوا فی الیتاما. پس در این قسمت اول این آیه مهم اگر که یادداشت بفرمایید برای تجزیه و تحلیل بعدی، یک حکم شرطی در اینجا در قرآن آمده، میگوید که اگر نگران هستی یا اگر میترسی یا اگر فکر میکنی یا اگر چنین محتمل است یا انتظار داری که این اتفاق بیفته، همه اینها خفتم، اگر خوف داری، میترسی و میخوای جلوگیری کنی از این کار، از چی؟ از اینکه ظلم بشود به یتیم. اگر چنانچه خوف داری، نگران و میترسی از اینکه نتوانی رعایت قسط و عدالت را در حق یتیم بنمایی، اگر فکر میکنی و نگران هستی که نمیتوانی حفظ حقوق یتیم رو به عهده بگیری، اگر فکر میکنی که حقوق یتیم را نمیتوانی حفظ کنی یا حفظ نمیشود حقوق یتیم، صحبت سر حقوق یتیم است در این حالت، فنکیحو ما، پس نکاح کنید، ازدواج کنید، طاب از آن چه برای شما مناسب نحلتن مورد
استفاده هست. چیزی که تاب به معنای مناسب یعنی نسبت داشتن، چیزی که مربوط باشد به امر حفظ حقوق یتیم و مربوط باشد به امکان رعایت قسط و عدالت درباره حقوق یتیم. فنکهو ما تاب لکم، پس نکاح کنید. از آنچه یا با آنکه تاب لکم در نسبت و در رابطه با شماست. در رابطه با چی؟ در رابطه با حفظ حقوق یتیم. پس اگر حفظ حقوق یتیم مورد نظر شماست، ازدواج کنید با اون چه که در ارتباط و در مناسبت با این حفظ حقوق است. یعنی ازدواج شما از نظر موضوعی بایستی که مرتبط باشه با اون چه که در آغاز این آیه آمده، یعنی حفظ حقوق یتیم. به عبارت ساده تر، اگر که ازدواج شما مربوط بشود، منطقا ارتباط منطقی پیدا بکند با ازدواج شما با یتیم، با هر زنی که ارتباط مستقیم پیدا بکند و علیت پیدا بکند با موضوع حفظ حقوق یتیم، اگر از این ترس داشتید یا اگر خوف دارید که در باره یتیمان رعایت عدالت نکنید، ازدواج کنید با زنانی که تاب باشند بر شما، مناسب باشند و دلخواه شما باشند. تاب هم به معنای مطلوب شما، هم به معنای مناسب با شما. یعنی دو تا خاصیت در این تاب هست. یکی این که این ازدواجی که میخوای بکنی، بالاخره اون زن رو باید دوست داشته باشی یا اون زن باید تو رو دوست داشته باشه. ازدواج دیگه، نکاحه، خواص نکاح رو داشته باشه. بایستی که دلخواه تو باشه. یه کاری نیست که شما به زور این کار انجام بدی. یکی این که موضوع دلخواه بودن شماست و مطلوب بودن اون زن هست. و دیگر این که نسبت داشتن، مناسبت داشتن با این موضوع. موضوع چیست؟ حفظ حقوق یتیم. پس باید ازدواج شما مناسبت داشته باشه با حفظ حقوق یتیم. پس در اینجا یک نکته ای رو ذکر میکنیم و به اون اشاره میکنیم، و اون نکته مهم که باید در ذهن بسپاریم و کسانی که به این موضوع فوق‌العاده با اهمیت میدن و مینویسن. موضوع اولی که در اینجا هست، شماره 1، موضوع حفظ حقوق یتیم. موضوع دوم، مناسبت نکاح با موضوع، یعنی این نکاحی که می کنید نمی تواند که یک نکاحی باشد که بی ارتباط با موضوع قسط یا رعایت عدالت باشه.
اینا دو تا موضوع جدا نیستند از هم. یعنی موضوع نکاح در این آیه با موضوع قسط نسبت به حقوق یتیم دو موضوع جدا نیستند، بلکه یک موضوعی است که وابسته به موضوع دیگره. یعنی برای تأمین چگونگی شرایط رعایت عدالت در ارتباط با حق یتیم اگر نکاحی صورت میگیرد، امر به نکاح میکند، نکاحی که اولا مطلوب شما باشد و بعد هم نکاحی باشد که مناسبت با تأمین موضوع داشته باشد. این که چندین بار عرض میکنم این موضوع رو و خستگی آور هم هست، هم برای گوینده هم برای شنونده، اما امیدوارم که این نهادینه بشود در ذهنیت ما. فنکهو ما تاب لکم من النساء، اگر که حفظ حقوق یتیم مطرح است و برای حفظ حقوق یتیم و اگر می ترسی که حقوق یتیم رعایت نشود، با ازدواج حقوق یتیم رعایت شود. این مناسبتشه که چگونه مناسبت پیدا میکنه. اگر می ترسی که حقوق یتیم محفوظ نباشد، حفظ نشود، پس نکاح کن با آنچه مطلوب توست و با آنچه مناسبت با موضوع این آیه دارد. برای بار دهم از زنان به چه تعداد؟ مثنا سه او دو و ثلاث یا سه و رباع و چهار، یعنی تا دو تا، سه تا و چهار تا نکاحی که مناسبت پیدا میکنه با حفظ حقوق یتیم. مناسبت طابه مناسبت پیدا میکنه با حفظ حقوق یتیم، ازدواج کنید با زنها در ارتباط و مناسبت با حفظ حقوق یتیم، دو تا، سه تا و چهار تا. فَإِنْ خِفْتُمْ، و اگر نگران هستید و یا خوف دارید که فَإِنْ خِفْتُمْ، و اگر نگران هستید یا اهمیت می دهید یا می ترسید، أَلَّا تَعْدِلُوا، که نتوانید در این ازدواج هایی که مناسبت دارد با حفظ حقوق یتیم، اگر نتوانستی یا فکر کردی و ترسیدی و حساب کردی و به نظرت آمد که درسته که برای حفظ حقوق یتیم و رابطه با حفظ حقوق یتیم اقدام به نکاح و ازدواج میکنم، اما از سوی این حافظ منافع یتیم میشود این ازدواج، و از سوی دیگر ممکن است که عدالت به یتیم معادل بشود و ملازم بشود با ظلم به زنی که با او ازدواج میکنه. یه در اینجا موضوع قیاس به وجود میاد، میزان به وجود میاد که الان چه بکنیم. الان از یک سو عدالت مطرحه، عدالت راجع به چی؟ راجع به رفتار با یتیم. از این طرف عدالت دیگری لازم است. این عدالت چیز؟ عدالت رعایت عدالت در نکاح، رعایت عدالت در رابطه با سرپرستی اموال یتیم و رعایت عدالت در چگونگی رعایت موضوع عدالت در نکاح. عدالت در نکاح
عدالت در حفظ حقوق یتیم، این دوتا عدالت در مقابل هم قرار گرفته و میگوید که این نکاح رو برای این انجام میدی که بین یتیم و تو عدالت برقرار بشود. حالا اگر که خود این ازدواجی که میکنی که به عدالت یتیم برسی، خود این نکاح از عدالت خارج بود یا فکر کردی که نمیتوانی رعایت عدالت بکنی، ساختمان یه جوریه که با بیشتر از یه زن نمیتونی زندگی بکنی، بین اینها اختلاف ایجاد میکنی، هر فکری که میکنیم که این کار با عدالت توأم نخواهد بود، این قانون برداشته میشه و در واقع با سلب این قانون، با برداشتن این قانون، یک همسر در حفظ حقوق یتیم نکاحش مجاز میشه و بقیهش ممنوع میشه. تا اینجا این آیه بسیار مهمی که مطرح شده. از شما بینندگان تقاضا میکنم که به این سوالات پاسخ بدید. این آیه رو باید جدی بگیرید، چون اگر که مطابق این آیه عمل نکنید، حق یتیم رو پامال کردید. اگر خارج از قاعده این آیه عمل بکنید، مرتکب زنا شدید و افترای به خدا. یعنی گفته میشه که ما علاوه بر اینکه زنا کردیم، افترا هم به خدا زدیم که ما داریم نکاح میکنیم در حالی که ما داریم زنا میکنیم. توجه کنید، مهمه اینجا. ما هر قانونی که به وجود میاریم یا هر قانونی رو که بررسی میکنیم، در قانون نگاه میکنیم، این قانون یک شرطی همراهش هست، هم شرط شموله، هم شرط وصوله و هم شرط صلاحیته. یعنی کسانی که بازنشسته میشن ماهی $1,000 حقوق میگیرن، معاش میگیرن از دولت. خب پس ما هم بریم بگیریم. شما چند سالت؟ 18 سال. اگه شما بازنشسته هستی؟ نه. پس چی فکر میکنی؟ هیچی. گفتن آقا هر کس بازنشسته شده ما $1,000 میدیم. ما اون شرطش رو یادمون رفته. میگه آقا منم آدمم، دیگه $1,000 بده به من. میگه نه، تو اون شرط رو داری یا نداری، آدمی باش. میگم چیه شرطش؟ میگه اول دفعه باید 65 سالت باشه. هست 65 سالت؟ میگم نه. میگه خب پس چیزی به شما نمیدیم. میگم آخ این شد قانون آقا، شما میگی میدی، حالا میگی داد و بیداد میکنم. میگه نه، شما قانون بهت تعلق نمیگیره، صلاحیت اکتساب تعلق قانون از مزایای این قانون رو نداری. این قانون هست ولی به تو مربوط نیست. یا خلافش، بارها گفتم قاعده هست که هر کی تون رفت در جاده $100 جریمهش کنه. حالا میان سراغ مادر خونه در میزنن آقا $100 بده. چرا؟ برای اینکه جریم تو قانون نوشته. میگم خب من که رانندگی نکردم، من که نرفتم اونجا. قانون بایستی که شرطش رعایت بشه، چه شرط شمول باشه، چه شرط وصول باشه، چه شرط صلاحیت باشه. در این آیه، اول آیه که نگاه میکنیم، موضوع آیه به نظر شما چیه؟ این قسمت اول آیه. و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگر میترسی که نتوانی رعایت کنی عدالت رو در یتیمان، یعنی در مورد منافع یتیمان، در مورد حفظ منافع یتیمان. این جمله شرطی، سوال، این جمله شرطی که در اینجا مطرح شده، اگر و اگر بسیار. حالا این و اگر شرط دیگه، اگر که شما نگران نبودید
که در حقوق یتیم تجاوزی میشه یا تخطی میشه یا بی‌عدالتی میشه. مثلا 1500 سال گذشته، قوانین مدرن در دنیا آمده و بین حق یتیم و نکاح رابطه را قطع کرده. یعنی هیچ امکان، هیچ احتمال قانونی در وجود نسبت و مناسبت بین نکاح و حفظ حقوق یتیم دیگه وجود نداره. یعنی به قانون مثلا آمریکا، انگلیس، استرالیا، هر جا که مراجعه میکنید که میگه اصلا نکاح چه ربطی به حقوق یتیم داره؟ یتیم طبق این قوانین اگه وصیت کرده باشه پدرش بهش وصیت میشه، اگر نه وصیت نکرده باشه با قانون ارث میرسه بهش، و اگه سرپرست نداشته باشه دولت سرپرست معین میکنه، اگر مدیر ثروتمند بچه دولت براش یک عنوانی دارن، قیم رو در قانون زبان انگلیسی میگن ریسیور، مال کورت، مال دادگاه، یک کسی رو کورت مأمور میکنه میگه شما در مورد اموال این یتیم مدیریت کن. یعنی کارمند دولته، مدیریت هم میکنه در امور شخص و سرپرست این بچه است، برای دولت کار میکنه، از دولت حقوق میگیره، اصلا از پول بچه هم بر نمیداره چون کارمزدش از دولت میگیره، اموال بچه رو سرپرستی میکنه، براش سرمایه گذاری میکنه، درآمد ایجاد میکنه، چیزی هم از بچه نمیگیره، خودش هم کارمند دولت، پا خطا بگذاره دولت مجازاتش میکنه. خب در این کشورها، در این نوع قانونگذاری که هیچ رابطه منطقی بین نکاح و حفظ حقوق یتیم وجود نداره، سوال این است که اگر این شرط اگر تأمین نشود، یعنی اگر موردی برای نگرانی حفظ حقوق یتیم در رابطه با نکاح وجود نداشته باشد، مثلا این دوتا موضوع به هم مربوط نباشد در زمان ما، چه اتفاقی نسبت به بقیه این آیه میفته؟ یعنی اگر شرط این آیه وجود خارجی پیدا نکنه، مطلب بعدی این آیه چه تکلیفی پیدا میکنه از نظر شمول؟ ممکنه من زبانم یک کمی قاصر باشه در تشریح این موضوع. جناب قدری می نویسند که به همه دوستهای راه روشن فکر سلام خدمت استاد بزرگوار و همه دوستهای خوب، می پرسند که راه روشن فکری دینی چیست، یا روشن فکری دینی به بیان دیگه چیست؟ برای روشن دیدن دین باید فکر روشن داشت. و روشن فکر دینی کسی است که اوامر و نواهی را با چشم باز دیده بتواند. خداوند همه ما را علم نصیب کند و در عمل یاری کند ما را. و جناب استاد گفتید که کلمه دری را به فارسی ترجمه کنید که ببخشید راست میگن، میگن شما گفتید که کلمه پوهنتون را دانشگاه معنی کردی، این کلمه دری نیست، پشتوست. درست میفرمایید، من اشتباه کردم. از جمله از زبانهای محلی افغانستان درباره اینکه آیا کلیسا وجود دارد یا نه، شما مصاحبه خانم اشرف غنی را ببینید، میبینید که میگوید من یک عیسوی هستم معلوم دار. وقتی شخص از آن این وجود دارد، منطق برداشتن
جای عبادت است. میگویند که اینطور تعبیر میکنم من، اینطور برداشت میکنم که اگر یک کسی میگوید من یک شخص عیسوی پابند به دین خودم هستم، حتما عبادت دین خودش رو هم انجام میده و برای این کار به صورت قرینه ایشون اشاره میکنند که وجود کلیسا رو یا محل عبادت رو، عبادتگاه رو تایید کرد. در مورد روشنفکری دینی می نویسند که روشنفکر کسی است که با چشم باز به اوامر و نهی های نهی و امر رو در قرآن، نواهی قرآن و اوامر قرآن رو تجزیه و تحلیل بکنه و شمول اونها رو در نظر بگیره. مطلب بسیار با ارزشی رو در اینجا منعکس میکنن و اون این که به صرف این که چیزی در قرآن امر شده یا چیزی در قرآن نهی شده، اگر ما ابزار و وسائل علی این معلول رو در نظر نگیریم، یعنی وقتی که در قرآن یه امر شده به یک کاری، فرض بفرمایید که گفته شده است که اگر که نماز میخوانید و در اثر سکر، یعنی در اثر مستی، مفهوم نماز رو نمیفهمید، نماز نخوانید، تمام شد، جمله تمام نشد، نماز نخوانید تا. این تا چیه؟ یعنی اگر رسیدی به این شرط نماز بخوان، اگر که سکر داری، سکر مستی داری، تا حدی که معنی حرف خودت رو نمیفهمی، یعنی یک حرفایی از دهنت در میاد ولی معنیش رو نمیفهمی، بر تو نماز مجاز نیست و تو مجاز نیستی که نماز بخوانی و باید ترک نماز کنی، تا ملاحظه میکنید یک حرف شرط در اینجا مطرح میشه، حتی تا، یعنی تا زمانی که، تا موقعی که شما در این امر فائق بیایی، یعنی بفهمی که چه میگویی. خب این موضوع چه ربطی اصلا داره به این که شراب حلال یا حرامه؟ ملاحظه میکنی چه عرض میکنم؟ حالا وقتی معنی میکنن اینو به عنوان یکی از آیه های منسوخ قرآن تلقی میکنن که بله در اینجا شراب آزاد بوده، گفته شراب بخوری نمازم بخوانید، هم هرگز همچی چیزی نیست. موضوع اصلا موضوع شراب در اینجا نیست، موضوع اینه که اگر شما نماز میخونید نمیفهمید چی میگید، نمازتون باطله و به شما میگه اگه نمیفهمی چه غلطی میکنی موقع نماز خواندن، نخوان نماز تا وقتی بفهمی حرف دهنت رو که چی داری میگی، تا وقتی که تعهدات خودت رو بفهمی، تا وقتی که وقتی میگویی یا کنه عبدو بفهمی که به خدا چه عبادتی رو داری تضمین میکنی و قول میدی. وقتی نماز رو نمیفهمی نماز نخوان تا به هوش بیای و بفهمی. حالا ما بدون شراب خوردن همیشه بیهوش هستیم، ما بدون شراب خوردن معنی نماز رو نمیفهمیم، ما بدون شراب خوردن نماز رو مورد تخلف قرار میدیم. آیا باز هم باید نماز بخوانیم؟ نه، ما اجازه خواندن نماز نداریم، چون فاسق هستیم، چون دروغگو هستیم، چون نمیفهمیم ارزش نماز رو، چون نمیفهمیم مفاهیم نماز رو، نادان هستیم، بنابراین ما حق نداریم. یک نوع سکری داریم ما، سکری که قرآن میگوید که وقتی که از خود بی خود هستی دیگه نمیفهمی چی میگی، حرف خودت رو نمیفهمی. این قانون شامل حال خیلی ها میشه، اصلا به شراب هم ارتباط نداره، مگه فقط آدم از شراب دچار سکر میشه؟ هروئین چی؟
هروئین که بکشین میفهمین چی میگین. این فلز نمیدونم متاله بتاله چیه، همین آشغالایی که میکشن که عقلشون و شعورشون و همه چیشون با هم میریزه، SLD که میکشن از ساختمان میپرن پایین که به ستاره ها چنگ بزنن، اون وقت حرفشون میفهمه. پس اون نماز اگه بخونه چون شراب نخورده نمازش درسته. با این ترتیب اگه به دین نگاه بکنیم به همین جایی میرسیم که امروز رسیدیم. سوال من از شما این است که این قسمت اول که با جمله شرطی شروع می شود، چنانچه اگر در صورتی که نگران حفظ حقوق یتیم بودی، اگر نگران بودی که تو به عنوان مدیر، به عنوان سرپرست، به عنوان قیم، به عنوان کسی که موضوع منافع و اموال یتیم در اختیارشه، به عنوان مدیر امانی هستی، و الا تو اصلا چه رابطه‌ای داری با حق یتیم؟ به تو چه مربوطه که یتیم حقش پامال میشه یا نمیشه؟ مثلا یک یتیمی که در آفریقا حقش پامال میشه، قرآن به تو گفته رسیدگی و فضولی بکن به کار اون یتیم. پس به یتیمی داره اشاره میکنه که تو در رأس مدیریت مالی او هستی، سمت قیم داری، سرپرست داری، از طرف دادگاه، از طرف قانون شهر مدیریت داری روی اموالش. پس شرط اول اینی که داره با مدیر امانی، با مدیر امانی اموال یتیم صحبت میکنه. این شرط اول. حالا من اصلا مدیریت اموال یتیم رو ندارم، هیچ مسئولیتی هم راجع به یتیم ندارم، چون کاری با یتیم ندارم. آیا باز هم این قانون شامل حال من میشود یا نمیشود؟ ببینیم پاسخ اول رو چطور میدهید. آقای مهندس سلطانی می نویسند که با عرض سلام، شرط اول موضوع حفظ حقوق یتیم است، زیرا به شرطی می توانید نکاح کنید که حقوق یتیم حفظ شود، در غیر آن اصلا موضوع نکاح مطرح نمی شود. کاملا صحیح. سوال دوم، سمت من، سمت کسی که مشمول قانون می شود. به همین ترتیب ادامه بدید که خود این یک کتابخانه میشه. سوال دوم این است که شرط شمول قانون، یعنی کی این قانونی که در قسمت اول توضیح دادند آقای سلطانی، که شرط اول این است که موضوع حفظ حقوق یتیم مطرح باشد. پس شرط اول در این داستان، برای اینکه بتوانیم این آیه رو ادامه بدیم، اون اول نگاه میکنیم که متوجه بشیم که اصلا موضوع این آیه راجبه چیه. این آیه راجبه ازدواج صحبت میکنه، مربوط به نکاحه یا مربوط به حفظ حقوق یتیمه؟ این خیلی مهمه که این تصمیم رو اول بگیرین که حفظ حقوق یتیم در اینجا مطرح است یا انجام نکاح. آیا این آیه قرآن مربوط به احکام نکاح می شود یا احکام نکاحی تابع موضوعیت حفظ حقوق یتیم است؟ که آقای سلطانی جواب دادند که موضوع اصلی در این آیه حقوق یتیم است. باید اضافه کنند آقای سلطانی، موضوع این آیه حقوق یتیم و چگونگی حفظ حقوق یتیم، حقوق یتیم و چگونگی حفظ حقوق یتیم، این موضوع این آیه است. نکاح چه نقشی دارد در اینجا؟ نکاح یکی از شرایط تأمین این الزامه، یعنی یکی از طرق حفظ حقوق یتیم موضوع نکاحه، که نکاح به کمک حفظ حقوق یتیم میاد. به چه شرطی؟ به شرطی که الان توضیح خواهیم داد.
ولی پس موضوع این آیه، موضوع اساسی محوری این آیه، نه موضوعات فرعی، موضوع محوری این آیه حقوق یتیم و حفظ، همطور که نوشتن، و حفظ حقوق یتیم است. و در موضوع فرعی رابطه نکاح با این حفاظته، که آیا این حفاظت با نکاح مرتبط و مناسبت داره یا مناسبت نداره. مثلا یه یتیمی عرض کردم در آفریقا یتیمه، منم در آمریکا نشستم، آیا من نگرانم که اون یتیم چه میشه چه نمیشه؟ اصلا ارتباط منطقی داره به من چه مربوطه؟ من چیکار میتونم بکنم؟ پس ببینیم که آقای رسولی می نویسن، چون موضوع این آیه تأمین حق یتیم است، اگر موضوع حقوق یتیم در خطر نباشد، قسمت بعدی این آیه ارزش عملی شدن یا ارزش رو بردارید، شما با قرآن سر و کار داریم، قسمت بعدی این آیه شامل نمی شود. اینطوری بنویسیم که رعایت حرمت قرآن رو هم کرده باشه، که این آیه شامل نمی شود. چرا؟ چون شرط آیه، شرط شمول، شرط شمول تأمین نشده. مثل اینکه میگن آقا هر کی تندرفت جریمهش کنید. حالا فرض کنید تو قرآن نوشته باشه، میگن این آقا رو جریمه کنید، میگن نه، برای اینکه این تند نرفته، اصلا ماشین نداشته، پا نداره، چراغ تو خونش خوابیده، میگن شما بس به قانون شهر بی احترام. میگن من بی احترامی هم نمی کنم، میگم شامل نمیشه. توجه میکنید؟ چون سر ما خواهند شورید که بله قرآن بی اعتبار شده، قرآن ارزش نداره، پس شما کافرین، پس شما مشرکین. اون بهانه ها رو دست دشمن ندید. نه، قانون اعتبار داره، شمولش بر من مهیا نیست. قانونی که تون بره هر کسی باید جریمش کنن، قانون اعتبار داره، بله، معتبره، بله، خیلی خوبه، خیلی خوبه، من جریمه میدم، خیر. چرا؟ برای اینکه من تون نرفتم، همین، تمام شد. میگویند که این قانون شرط شمول به ما نداره. پس بند اول درست بر جواب دادید، ولی این آیه شرط عملی شدنش را از دست میدهد، که ازدواج و عقد نکاح در صورتی که این ازدواج و تعداد آن به تأمین حقوق یتیم ارتباط نداشته باشد و نیازی به آن نباشد. کاملا درست تشخیص دادید. جناب استاد توفیقی می نویسند که خیر، یعنی که اگر که این شرط اجرا نشه، بقیه آیه که تابع این شرط هست مطرح کردنی نیست. نظر ایشان هست و موافق هستم من با نظر ایشان. آقای سلطانی می نویسند برای کسانی که سر و کار با یتیم و حفظ حقوق یتیم ندارند، اصلا این آیت حکم نکاح را نمی داد و مربوط به کسی که ارتباط به یتیم ندارد نکاح کرده نمی تواند. کاملا درسته. پس قسمت اول آیه می گوید که اگر نگران هستی یا اگر می ترسی یا اگر با تو مرتبط هست این موضوع، محتمل الوقوع است که تو در این کار هستی، و اگر فکر میکنی که در مدیریتی که نسبت به اموال یتیم داری به دلایلی نتوانی رعایت عدالت را بکنی. جمله به همینجا تمام میشه. پس دو تا نتیجه گرفتیم از فرمایشات آقایان، و اگر که خانمیم هم شرکت بکنم. یک، موضوع این آیه چگونگی حفظ حقوق یتیم. موضوع فرعی دوم، در ارتباط با نکاح. موضوع اصلی دوم، اینکه این آیه به چه کسی مربوط میشه. اولا موضوع چیه؟ موضوع حفظ حقوق یتیمه، در ارتباط با نکاح، به من چه مربوطه؟ مخاطب کیه؟ مخاطب مدیر امور مالی یتیم. یک،
این آیه مربوط به چیه؟ مربوط به حقوق یتیم. چه چیز حقوق یتیم؟ حفظ حقوق یتیم. موضوع فرعی در ارتباط با نکاح. موضوع اصلی دوم، مخاطب کیست؟ با کی داره حرف میزنه آیه؟ با ناس داره حرف میزنه؟ با عام داره حرف میزنه؟ با کی داره حرف میزنه قرآن؟ مخاطبش کیه؟ با کسی که همونطور که آقای سلطانی نوشتن در سمت مدیریت مالی دارای مسئولیت مدیریت و تعامل با اموال یتیم رو داره. حالا اگر که ما این بغل که به این کوالیفیکیشن، به این شرط صلاحیت داریم اشاره میکنیم، اگر ما این شرط صلاحیت رو پیدا نکردیم، میگیم آقا شما چیکار هستید اینجا با این یتیم؟ چه رابطیم؟ یه هیچی، همینطوری برای تماشا آمدم، رد میشدم تو خیابان، فکر کردم بیام اینجا تماشا کنم ببینم چیکار میکنم. میگن برو منزل آقا. میگه آخه این آیه قرآن، میخوام میگم به شما مربوط نیست. شما نسبت به این یتیم که الان اینجا نشسته داری گریه میکنه، باباش مرده، ننش مرده، شما با این یتیم ارتباطی داری؟ میگه نه والا. میگم از طرف دادگاه شما رو قیم معرفی کردن؟ میگه نه والا. میگم خیلی خوب، برو خونتون، اینجا نشستی چیکار کنی؟ یک، موضوع حفظ حقوق یتیم. دو، مخاطب مدیر مالی امور یتیم. میپردازیم به پاسخ ادریس معنوی. با عرض احترامات قلبی عرض می‌دارم این که الله جل علا با علم ازلی و ابدی خیش در ارتباط با اعمال انسان‌ها کاملا آگاه است، لذا از نظر من در این آیه تعدد زوجات رو مجاز دانسته و حتمی نیست، چون در تاریخ معاصر در جنگ جهانی اول و دوم چندین میلیون مرد کشته شده و جامعه بشری به قلت مرد گرفتار شد. اگر در چنین حالت قلت مرد رو در اثر کشتار مردان بعد از جنگهایی که توسط مردان صورت میگیرد، چه باید کرد؟ آیا فحشا را قبول کرد یا نکاح را؟ دو، آیا این شرایط در حالت بحرانی critical conditions ارائه شده است یا اینکه در حالت عمومی چنین حکمی وجود دارد؟ مطلبی رو که ادریس عزیز مطرح میکنند در اینجا، اشاره به نیاز طبیعی این کار میکنند که اگر به دلایلی در هر زمانی مثلا تعداد زنها چون به جنگ نمیرن یا کشته نمیشن یا هرچه، مثلا در جامعه 100 نفر زن زندگی میکنن، 20 نفر مرد زندگی میکنن، اگر که این قانون تک همسری رو بخوایم رعایت بکنیم، 20 تا مرد 20 تا زن میگیرن و 80 تا زن بدون شوهر میمونن و در اینجا این زنها برای رفع نیاز خودشون مجبور هستن که تن به کار خلاف بدهند. بر اساس اون منطق ایشان بر این عقیده هستند که این آیه جواز تأمین نوعی تعدیل در جامعه رو میده که و ارتباطی بین این آیه در این آیه ارتباطی بین نکاح و در واقع بین نکاح و بین حفظ حقوق یتیم رابطه نمی بینند و منطق این کار رو بیشتر نگاه میکنند در قسمت اول. در قسمت دوم سوال میکنند که آیا این یک حکمی است که همیشگی است، یعنی حکمی است که در حالت غیر مترقبه، در حالت اورژانس، در حالت غیر معمول داده شده، یا این یک حکم ثابت هست در قرآن؟ در این مورد هم من وامی گذارم که
در این تمرین بسیار بسیار خطیری که انجام میشه بینندگان حتما کاغذ و قلم جلوی شما باشه، این مطالب رو بنویسید. من یادم میره، چون من هم حافظم ضعیفه، هم سردرد عجیب دارم و هم اینکه خیلی خسته هستم. اما شما کمک بکنید اون طرف خط اینا رو بنویسید که فراموش نشه. جناب نامدار می نویسند مگر در آن زمان ماشین و درشکه و گاری بوده و کرونا هم بوده؟ آیه می خواهید؟ می گویند مگر در آن زمان ماشین و درشکه و گاری و کرونا هم بوده؟ آیه می خواهید؟ متوجه نمیشم که منظورشون تمسخر هست یا منظورشون کمک کردن به پاسخ به سوال هست، ولی به هر حال این کارها رو نکنید. شما اگر هم که مخالف هستید با این برنامه، مخالف هستید با این منطق، مخالف هستید با این روش، و یا با قرآن مخالفید یا طرفدار نگرش آخوندی هستید به قرآن، با ذهنیت مردم تمرکز کردن پی موضوع مشکلی رو آسان بکنن و پاسخ بدن. این سخنانی که گفته میشه به نظر شما آیا عدالت درش هست؟ یعنی شما حالا هر دینی، هر مکتبی که دارید و هر جوری که فکر میکنید که آدمهایی که با این دقت و با این حوصله به کتابی که سرنوشتشون رو تعیین میکنه دارن فکر میکنن و دارن با تکنیک آشنا شدن با قرآن آشنا میشن، آیا عدالت هست که ذکر فکر اینها رو منحرف بکنیم و به موضوعاتی که جنبه استهزا و تمسخر داره اشاره بکنیم؟ از نظر خودتون عرض میکنم، ما که به کارمون ادامه میدیم. برمیگردم به سوال اصلی. سوال این است که پس تا به اینجا، اولا که نظر شما رو من درباره اظهار نظر آقای ادریس عزیز میخوام، که ایشان اولا سوال میکنن که آیا این قانون در شرایط غیرعادی در قرآن آمده، و سوال اولشون، این سوال دومشون. موضوع اولشون که توضیح میدن اظهار نظر میکنن، که میگن به نظر من چون معمولا تعداد زنها بیشتر از مردهاست، این امر رو خداوند به این علت و به این منطق مجاز اعلام کرده. سوال من این بود که در این آیه ما راجع به منطق نکاح صحبت نمی کنیم، ما راجع به شرط نکاح صحبت می کنیم، که شرط نکاح رو در این آیه چه چیزی قرار میده؟ آیا آقای معنوی شما هم عقیده هستید با من که در این آیه شرط وقوع نکاح، حالا یک زن بگیرن یا چهار تا بگیرن یا با عدالت باشه یا بی عدالت باشه، اصلا موضوع نکاح مشمول نمی شود الا به لحاظ شمول شرط نکاح؟ این است که شرط حاکمیت می کند بر این موضوع. این رابطه منطقی بین یتیم و حقوق یتیم و موضوع حفظ حقوق یتیم و موضوع حافظ حقوق یتیم، رابطه حافظ حقوق یتیم در حفظ حقوق یتیم با موضوع نکاح در این آیه مطرح است، و در این آیه به نظر نمی رسد که با هر منطقی که ما مواجه بشیم رابطه مستقل نکاح در این آیه دیده نمی شود، و الا قسمت اول آیه رو ما باید حذف کنیم، یعنی جمله شرطی رو باید برداریم، چون می گوید که اگر که می ترسی که نتوانی حفظ حقوق یتیم کنی، اگر می ترسی، اگر نمی ترسی چی؟ ما با فرهنگ لغات که نمیتونیم که بجنگیم، که شرط رو میگذاره. اگه شرط رو ما برداریم یا اگر شرط وجود نداشته باشه، خب جمله به اعتبار خودش باقی نمیمانه. یا اگر
درگیر هستید در حفظ حقوق یتیم و می ترسید که نتوانید رعایت عدالت در حفظ حقوق یتیم کنید. اینا همه شرط دیگه. اون اولش میگه چنانچه اگر نه نگرانی ندارید در حفظ حقوق یتیم، هیچ اشکالی ندارید، 100% خیالتون راحته که در همین پوزیشن و موضعی که هستید میتونید حقوق یتیم رو حفظ کنید. اون وقت آیا بقیه این آیه شامل میشه یا نمیشه؟ این سواله. یعنی رابطه نکاح با موضوع فرضیت و مشروطیت اول آیه رو من سوال میکنم. اون ایف، اون اگر، اون ان نه. آقای قدری می نویسند که موضوع اگر حفظ حقوق یتیم برقرار شود یا نشود از جمله امرهایی است که خدا انسانها را به داوطلب بودن برای پذیرفتن این مسئولیت مقدس و بسیار مشکل، اگر نه خداوند برای تعیین حقوق همه قدیر است، چون هدف این است که اگر می توانید حقوق یتیم را حفظ کنید. دوم ننوشته اگر می توانید حقوق یتیم را حفظ کنید، ترجمه اشتباه می کنید. نوشته است که اگر می ترسید که نتوانید حقوق یتیم را حفظ کنید، یعنی منفی داره سوال می کنه. ننوشته است که اگر می توانید حقوق یتیم رو حفظ بکنید، این رو ننوشته. سوال نکرده که شما می توانید یا نمی توانید، داره راجع به ذهنیت شما سوال میکنه. چیزی اضافه نکنید با آیه. میگوید اگر که شما فکر میکنید یا برآورد میکنید یا اعتقاد دارید به این که نم خوف میگه دارید، به ذهنیت داره اشاره میکنه، میگه اگر فکر میکنی که نتوانی حقوق یتیم رو حفظ کنی، با کی داره قرآن حرف میزنه؟ با عام داره حرف میزنه؟ با ناس داره حرف میزنه؟ با من یا شما داره حرف میزنه؟ با کسی که رابطه مستقیم با حفظ حقوق یتیم داره، با او داره صحبت میکنه. یعنی با قیم داره صحبت میکنه، با مدیر مالی داره صحبت میکنه، با تراستی داره صحبت میکنه، با ولی قهری داره صحبت میکنه، با کسی که دادگاه تعیین کرده، حکومت تعیین کرده گفته شما سرپرست اموال یتیم باش، با اون داره صحبت میکنه. میگوید اگر تو میترسی که نتوانی حفظ حقوق یتیم کنی. شما ترجمه کردید یا ذکر کردید که اگر می توانید حقوق یتیم را حفظ بکنید، چنین چیزی در قرآن نیامده. ترجمه اون رو درست بکنید. دوم از انتخاب به همسری گرفتن هم برای مردها با زنها یک امتیاز نیست، بلکه یک مسئولیت است. اصل موضوع امر بر تعیین و تأیید حفظ حقوق یتیم از طرف خداست به نظر بنده. شکرگزارم. من یکی دو تا تذکر در این اظهار نظر شما دارم و اون این است که اولا ازدواج با کسی که در این آیه آمده، همسر گرفتن، هم مسئولیت است هم یک نوع امتیاز، و میبینیم امروز که تقریبا با همه مخارجی که این کار در بر داره، بزرگترین اشکال جامعه ما پرداخت قیمت شهوترانی مرد هاست. یعنی مرد ها برای ادفاع شهوت غیر مجاز خودشون همه جور سرمایه گذاری میکنند و اصلا یک مقداری از فساد دنیا، فساد بر مبنای اقتدار پایه‌گذاری شده روی شهوات جنسیه. ممکنه که بار مرد اضافه بشه، ولی به هیچ عنوان
این موضوع مسئولیت فقط نیست، مسئولیت شهوترانی برای مرد مسئولیت شیرین است که او رو میپذیره. آقای معنوی ادامه میدن که به نظر بنده موضوع تعدد زوجات است برای مردان که همیشه جنجال برانگیز بوده. البته باید یادآور شد که حفظ حقوق یتیم شرط حتمی است در اینجا. با اگر که موضوع محوری در اینجا حفظ حقوق یتیمه، یعنی موضوع علت هست، وقت اون موضوع دوم یا اون چی که مشمول این قانون میشه اون موضوع معلول این علت هست. من این طور میخوام نتیجه بگیرم و از بقیه بینندگان کمک میخوام که ببینیم ذهنیت ما با هم در چه نوع ارتباطی است، چون من نمیخوام مدعی چیزی باشم. من نه زن میگیرم، نه با یتیم کار دارم، نه مدیر یتیم هستم، یعنی نقشی ندارم من در اینجا طرفیت داشته باشم، کاملا بی‌طرف هستم. و پاسخهای شما نماینده ذهنیت جامعه ما خواهد بود، یک جامعه فهمیده و جامعه بیدار و متوجه در این روش جدید مراجعه به قرآن و دقت و جستجو و تدقیق دقت کردن در قرآن چگونه این سفر رو ادامه میدن. خیلی مهمه اگر ما چند روز هم وقت روی این کار بگذاریم ولی به یک نتیجه‌ای برسیم که منطقاً، نه اینکه محکوم سخنان من بشوید، به همین دلیل من از شما کمک میخوام و سعی میکنم که کمتر خودم از منطقی استفاده بکنم که جای اظهار نظر برای دیگران نگذارم. نمیخوام این جوانه های اندیشه و تفکر رو پامال کنم با قدرت خودم، میخوام که سکوت داشته باشم و با شما هم کاری بکنم که ذهنیت شما رو بی جرأت نکنم و ذهنیت شما بتواند که سخن بگوید، بتواند که فکر بکند. ما باید یاد بگیریم استقلال رو، فکر کردن رو و عقاید مختلف داشتن رو، متفاوت فکر کردن رو، حتی برخلاف ارزش‌های هم سخن گفتن رو و هنوز دوستی و برادری رو حفظ کردن. این است که باز هم تقاضام رو تکرار میکنم که دوستان دیگر یا همین دوستان اظهار نظر بکنن. تصور من این است که در قسمت اول شرط اصلی شمول قانون رو ذکر میکند که این آیه در ادامه آیه 1 و 2 که مربوط به رابطه بشر میشه و بعد رابطه مدیریت مالی یتیم مطرح میشه و اینکه اموال خبیث و طیب رو متداخل نکنید، اینها رو تبدیل به هم نکنید و مال بی ارزش رو به یتیم ندهید، مال ارزشدار رو خودتون بردارید و بعد این مال با ارزش رو بفروشید، بخورید، مصرف بکنید، مال بی خود رو به یتیم بدهید. همش صحبت این هاست. آیه شماره 2. بعد آیه شماره 3 ادامه میدهد که اگر حفظ حقوق یتیم مطرح باشه، به چه زبانی قرآن میگوید؟ ملاحظه بکنید یک بار دیگر برای اینکه ذهنتون تازه بشه در این قسمت، این آیه رو با شما تکرارن میخوانم. و این خفتم، و اگر میترسید، خفت هم معنی ترسیدن میده، خوف یعنی خوف هم معنی ترسیدن میده، هم معنی نگران بودن میده، هم معنی هراس داشتن و دلشوره داشتن و تردید داشتن و یقین نداشتن و احتمال دادن، اینجور معنی ها رو میده. میگوید ولی قسمت اول و در واقع نوعی تضمین ارتباط منطقی
و معطوف به آیه قبلی است، یعنی از نقطه نظر فهم آیه دو و سه رو ما باید به هم پیوند بزنیم تا مفهوم مشروط آیه قبل به آیه بعدی مؤثرتر واقع بشه و جمله مفهوم کلی و شمولی پیدا بکنه. میگوید که اموال یتیم رو به او پس بدهید و مال خبیث با مال طیب رو مخلوط نکنید و استفاده و سوء استفاده نکنید و نخورید اموال یتیم رو، اموالی که با اموال خودتون جابجا کرده اید، و این جنایت بزرگی است. بعد ادامه میده و اگر، با کی داره صحبت میکنه؟ آیه قبلی با کی داره صحبت میکنه؟ آیه شماره دو به کی میگه؟ به کی داره میگه؟ این سوال رو برمیگردم با آیه شماره دو که موضوع آیه شماره سه بهتر روشن بشه. بعد و آتو الیتاما اموالهم، اینجا مخاطب کیه به نظر شما؟ نگاه میکنم ببینم که پاسخ شما عزیزان چیست. ملاحظه بکنید که یک برنامه گران قیمت تلویزیونی که هر یک ثانیه‌ای که میگذره یک مقداری پول خرج میشه و یک مقداری هزینه مصرف میشه، هزینه هایی که شاید اگر این تلویزیون رو ما ببندیم و اون پول ها رو خرج یتیم بکنیم، تعدادی از یتیم ها رو بتونیم که کمک بکنیم و این پول ها رو در این شبکه مصرف میکنیم، به خاطر اینکه موضوع اصلی کار ما، کتاب اصلی کار ما که قرآن است، برای ما روشن بشود. این است که به دقت کسانی که اعتقاد به قرآن دارن دقت بیشتری بکنید و با مسئولیت خودتون آشنا بشید که شما به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک پیرو به قرآن موظف هستید دقت بکنید در قرآن و معارفه بکنید. یعنی بزرگترین عبادتی که در حال حاضر میشه انجام داد معارفه است، یعنی فهم خودتون را از قرآن با دیگران مطرح بکنید. و چیزی به نام بد و خوب در اینجا وجود نداره که این استنباطش خوب و اون استنباطش بده. استنباطهای متفاوت ما داریم، استنباط بد و خوب نداریم. وقتی کسی با صداقت اظهار نظر میکنه، خب داره ذهنش رو میذاره رو کاغذ، چه بدی داره؟ کسی اینطوری فکر میکنه، کسی اون فکر بکنید، پاسخ بدهید و این وقت گرانبها رو استفاده کنید ازش و خوشحال باشید از اینکه خداوند توفیقی داده، عنایتی کرده و این کار مهم و حیاتی به این ترتیب انجام میشه. در آیه شماره دو سوال این است که روی سخن با کیست؟ و آتوا الیتاما اموالهم، و بدهید به ایشان، به یتیم ها، اموالشان رو. تا شما پاسخ این سوال رو بدهید ما برمیگردیم به موضوع آیه شماره سه. بذارید یک نگاه دیگه هم بکنم قبل از اینکه شروع به بحث در این باره بکنیم، که هنوز پاسخی من دریافت نکردم، شاید این پاسخ ها بالاتر رفته باشد. جناب بله، به هر حال هر وقتی که راحت بودید و فکر کردید که در این کار میل به مشارکت دارید، ما در خدمت شما هستیم. آیه شماره سه در ارتباط با آیه شماره دو هنوز هم به همان مخاطب اشاره میکند. در آیه شماره دو میگوید و بدهید، امر میکنه بدهید، بازگردانید، تحویل بدهید اموال یتیم رو به یتیم.
و بعد ادامه میدهد در آیه 3 و اگر داره با مدیر مالی قیم ولی قهری ولی منتخب دادگاه با او داره صحبت میکنه و اگر خفتم نگران بودی، تمام محور مشروطیت این آیه بر این ان پایگذاری شده و این و چنانچه خفتم ترسید داری، نگرانی داری، احتمالی میدهی به این که الا نباشد دو قسیطو رعایت شده عدالت، اگر که تصور میکنی یا تخمین میزنی یا محاسبه میکنی یا احتمال میدهی یا میترسی که عدالت درباره یتیم به دست تو عملی و اجرا نشود، فکر میکنم که بسیار مشخصه در این آیه که موضوع آیه حفظ حقوق یتیم و تردید و نگرانی و مشکل حافظ منافع یتیم است در حفظ حقوق یتیم. یعنی شرایطی به وجود آمده که کسی که مدیریت مالی اموال یتیم رو به عهده داره به دلایلی که وجود داره یا میتواند وجود داشته باشد این ترس رو داره که نکند به این روشی که من اموال او رو حفظ میکنم عدالت رو رعایت نکرده باشم. میگوید اگر چنین تصوری و چنین احتمالی به وجود آمد، به قسمت دوم میرسیم که موضوع نکاح مربوط می شود. سؤال سوم من این است که آیا این نکاح به عنوان یک امر مطلق و منفک باید تلقی بشه؟ یعنی نکاح یک امر مستقله؟ یعنی آیه تمام میشه اینجا نیمه کاره؟ یا این آیه ادامه پیدا میکنه که اگر چنین است اون وقت به صحبت سر نکاح می شود و در امر نکاح از رابطه نام می بره، از نسبت نام می بره، از مناسبت نام می بره. یعنی شما فکر بکنید که امروز من نگرانم که نتوانم به درایلی که حقوق این یتیم رو حفظ بکنم، اون وقت فکر این آیه رو میخوانم میبینم یکی از درمانهای این ناتوانی من، این تردید من که خدایا نکنه وقت من ظلم دارم میکنم، بعد میبینم که خب رفع ظلم در اینجا نوشته، من در فرانسه حافظ حقوق یک یتیم هستم و شک دارم که نکنه عدالت رو رعایت نمی کنم. بعد این آیه رو می خوانم، یک مرتبه میرم به استرالیا با یک دختر 18 ساله ازدواج میکنم که این مشکل فرانسه حل بشه. مطلب دو مرتبه تکرار میکنم. من در فرانسه مدیر مالی یک بچه 4 ساله هستم. اموال او رو، خیلی هم پول داره، اموال او رو دارم حفظ میکنم. خانه میخرم، میفروشم، سهام میخرم، چه میکنم؟ مدیریت مالیش من به من از به عهده من. حالا من بعضی وقتا فکر میکنم، چند شب پیش فکر میکردم که نکنه من یه وقتی در حق مدیریت این بچه دارم ظلم میکنم. قرآن رو باز کردم و خوندم، چشمم به این آیه افتادم، به به به، این راه حل رو پیدا کرده قرآن. من یک دختری هست، من چند سالمه؟ من بچه سالم دیگه، مثلا من 68 سال 70 سالم فرض کنید. اون دختره 18 سالشه، در استرالیا هم هست، به دلایلی من بهش تعلق خاطر دارم. فکر کردم خب این قرآن که اینجا مجاز کرده، اولا که مخاطبش منم، داره به من میگه آقای آقاسی شما اموال یتیم رو بهش پس بده، چشم پس میده هر وقت موقعش شد، و میگه مراقب باش که عدالت رو رعایت بکنی. من ترسیدم آقا،
ترسیدم در فرانسه که نتوانم که رعایت عدالت بکنم درباره حق حقوق یتیم. سوار هواپیما شدم رفتم استرالیا و بالاخره با این دختر 18 ساله نکاح کردم. یه کمی حالم بهتر شد و الان برگشتم و بهتر میتونم به اموال یتیم مدیریت کنم. نمیدونم چطور شد از وقتی که رفتم پرمی این دختر 18 ساله خوابیدم، یک اتفاقی افتاد که خوف من برطرف شد. دیگه نگاه کردم دیدم نمیترسم دیگه از مدیریت. اصلا قدرت عجیبی پیدا کردم، میتونم ها رو خوب مدیریت بکنم. درسته یا نه؟ واژه‌ای که قرآن استفاده میکند در اینجا واژه تاب بسیار خوب. کمی طول میکشه تا دوستان پاسخ بدن. جناب توفیقی مینویسند که آنان که مسئولیت حفظ اموال یتیم با آنهاست و اموال را در اختیار دارند. مخاطب است آقای رسول. می نویسند که با سلام مجدد، طرف مخاطب این آیه مدیر مالی شخص یتیم است. جناب عبدالواحد احدزاده می گویند که مخاطب رعایت عدالت است. آقای مهندس سلطانی می نویسند که صیانت ذات را خداوند هم حکم فرموده، به طور مثال روزه گرفتن را امر نموده، اما در حالت مریضی امر به ترک روزه نموده. این آیت اولا برای کسانی است که سر و کار با اموال و مدیریت اموال یتیم داشته باشد و صرف به خاطر تأمین حقوق یتیم می‌فرماید، صرف به اون خاطر حقوق یتیم می‌فرماید که کسانی که در چنین شرایطی قرار دارند، نه به تمام مردم، می‌توانند نکاح کنند. پس در این جا موضوع را مقید به حفظ حق یتیم ساخته و این محکم و مربوط به عموم نیست. عبدالواحد حدزاده میگوید که موضوع خودداری است، از فکر میکنم انجام ظلم رو میگویند و همینطور خودداری از ستم رو درست تشخیص دادن. آقای قدری می نویسند که با سلام مجدد، مال یتیم را به او بازگردانید یا بدهید. مخاطب این آیه شخص دریافت کننده این پیام است. سوال بعدی این است که آیا این مخاطب در آیه شماره 3 هم همان مخاطب شماره 2 است یا عوض می شه مخاطب؟ به نظر من البته با یک مخاطب صحبت میکنه، یعنی مخاطبی که در آیه شماره 2 وجود داره که میگوید اموال یتیم رو به او پس بده بر اساس عدالت، در آیه شماره 3 به همون شخص اشاره میکند که اگر اموال یتیم رو که به او پس میدی یا قراری که پس بدی، در این تعاملی که با او داری، اگر که این ترس و وحشت در تو به وجود بیاد و امکان اینه ببینی که داری از عدالت خارج میشی. پس مخاطب معین شد، موضوع معین شد، موضوع این آیه چیه، مخاطب این آیه کیه و قانون موضوع چیه. موضوع حفظ حقوق یتیمه. آیا فقط حفظ حقوق یتیمه؟ نه، نگرانی در حفظ حقوق یتیم، نگرانی در حفظ حقوق یتیم. این موضوع نگرانی رو چند خط بزرگ دورش بکشید، همینطور هی خط بکشید که وقت فرار نکنه از ذهنتون. موضوع فقط مدیریت حق یتیم نیست. فرض کنید که من در فرانسه هستم،
یک یتیم هم در اختیار منه، من مدیر مالی یتیم هستم، هیچ خوفی هم ندارم، 100% بر مبنای عدالت دارم عمل میکنم، یک پنی این طرف و اون طرف مصرف نمیکنم، یک پول سیاه این طرف و اون طرف نیست، دقیقا حساب کتابشو دارم و در کمال امانت دارم مدیریت مالی میکنم. آیا من مخاطب این آیه هستم یا نیستم؟ ملاحظه میکنید، مدیر مالی هستم، مسئول اموال یتیم هستم، اما هیچ تردیدی و هیچ خوفی و هیچ گمانه ای نمیبرم به اینکه ممکن است من اشتباه بکنم، ممکن است ظلم بکنم، ممکن است که نتوانم که عدالت رو رعایت بکنم. اصلا در این مورد هیچ نوع تردیدی ندارم. آیا هنوز هم مخاطب این آیه هستم یا نیستم؟ استاد توفیقی می نویسند خیر. پس در درجه اول مخاطب این آیه مدیر مالی است، قیم است، سرپرست است، هر اسمی که حالا راحت تر هستید. دو، هر مدیر مالی نه، همینطور که استاد توفیقی پاسخ دادن و همینطور خانم آواسی پاسخ دادن، نه فقط مخاطبی مورد نظر است که در مدیریت خودش و در تحویل عدالت از مدیریت خودش دچار تردید میشه که من آیا واقعا دارم این کار را انجام میدم یا نه. موضوع پس موضوع مخاطب بود، مخاطب مخصوص بود، موضوع این آیه بود اصلا که مدیریت مالی، و موضوع فرعی چهارم نگرانی در استقرار عدالت در مدیریت بود. نگرانی اگر میگه اینها وجود داشته باشه، فرض کنید که همه اینها وجود داشت، آقای رسولی می نویسند که در این مورد خاص شما مخاطب حیات نیستید. متوجه نمی شم. در اینجا حیات مطرح نیست، در اینجا یکی البته یکی اموال افراد حق مالکیت بتواند یک بخشی از حق حیات باشد، ولی سخن ما در اینجا درباره حیات نیست، سخن درباره حفظ حقوق مالی یتیمه که چون یتیم نمیتواند که خودش امور خودش رو اداره بکند، خداوند میگوید که حق یتیم هست که یک قیم داشته باشه، مدیر داشته باشه، سرپرست داشته باشه که به جای او معامله کنه، پول رو، درآمد رو، اینها رو احتساب بکنه و کار بکنه. و اگر که این شخص، یعنی مخاطب، پس کیه مخاطب؟ مدیر مالی است، همونطور که خود شما قبلا فرمودید. هر مدیر مالی؟ نه، مدیر مالی که با اموال یتیم کار بکنه. هر مدیر مالی که با اموال یتیم کار بکنه؟ نه، مدیر مالی که با اموال یتیم کار میکنه و در استقرار عدالت نسبت به مدیریت تردید میکنه، میترسه، شک میکنه، نگران میشه، مثل اینکه عدالت در مورد این بچه انجام نمیشه. سوال چهارم، به دنبال چی میگرده مخاطب؟ به دنبال درمان به عنوان رفع اشکال میگرده در امر تردید استقرار عدالت. یعنی فرض کنید یک کسی سرما خورده، مخاطب آدم سرما خورده است، دنبال چی میگرده این آدم سرما خورده؟ دنبال درمان میگرده، درمانی که این درد رو از او برطرف کنه. الان اینجا امکان وقوع یک دردی مطرحه و دردمند این کار مخاطب قرآن است، مدیر مالی است که دردمند است در مدیریت، دنبال درمان میگرده.
آیا این دارویی که مصرف میکنه باید مرتبط با درمان او باشد یا نباشد؟ در اینجا بیماری تردید وجود داره، بیماری ضعف مدیریت وجود داره، خوف در انجام عدالت وجود داره. حالا دنبال دارو میگرده که اون دارو رو مصرف بکنه، تردید در اجرای عدالت برطرف بشه، عدالت بیا سر جاش. الان عدالت در قسمت اول در حال بیمار شدنه. محافظ اموال دنبال چاره میگرده، دنبال دارو میگرده. آیا هر دارویی میتواند استفاده کند یا دارویی که در ارتباط با نیازش باشه؟ یعنی دارویی که از این رفع سرماخوردگی داره مدیر مالی، از او رفع سرماخوردگی بکنه، یا هر دارویی قابل پذیرش. در این مورد هم از شما نظر میخوام. آقای رسولی میگویند که با عرض معذرت اشتباه املایی صورت گرفته. حیات نه، بلکه هدفم آیه است، کاملا درست. در آقای عبدالواحد احدزاده میگویند باید بگذارد. سوال من این است که تکرار میکنم سوالم رو. سوال من این است که تا به اینجا ما هم اومدیم جلو، هنوز ساختمان رو درست ساختیم، داریم میایم بالا با نظریه شماها که درست هم هست. الان حالا میبینیم که این سرماخوردگی پیدا شده دیگه، در مدیریت سرماخوردگی پیدا شده. قرآن داره با این صحبت میکنه، میگه اگر که به این سرماخوردگی مبتلا شدی، داروی تو این است. اگر در مدیریت شک کردی که نکند که نتوانم رعایت عدالت کنم، نکند ظالم بشوم، اگر چنین وضعی پیش آمد، الان بیماری ایجاد شده، دنبال دارو بگرد. حالا سوال من این است که این دارو چه ارتباطی با این بیماری باید داشته باشد؟ سوال من رو میگیرید. من میگویم این دارویی که الان قرآن، اسم این دارو نکاح است، اسم این دارو نکاح است. میگوید اگر دچار سرماخوردگی مدیریت شدی، برای رفع این سرماخوردگی داروی مناسب 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 داروی مناسب با این بیماری رو روزی یک عدد، دو عدد، سه عدد یا چهار عدد مصرف بکن که حالت بهتر بشه. بنابراین این دارویی که قرآن داره تجویز میکنه، باید این دارو مؤثر باشد در درمان این زایه، در درمان این کسالت، در درمان این ضعف. به این وابستگی، به این مناسبت و به این ارتباط خانم آقاسی می نویسند که با مادر یتیم محرم شوی. بذارید پله پله جلو بریم. البته طبیعت این دارو رو ما پیدا بکنیم که قبل از این که بگوییم که این دارو چه جنسی داره، چه حالی داره، ببینیم که ما دنبال چه دارویی باید بگردیم. رابطه درمان رو با درد من در اینجا میخوام مطرح بکنم که الان دردی در مدیریت به وجود آمده، قرآن پیشنهاد درمان میکند. ما میخوایم ببینیم که آیا این درمان، هر درمانی، هر چی دارو بود، گفتن این دارو خیلی خوبه، میگن برای چی خوبه؟ میگه برای سردرد خوبه. من اتفاقا یه شوهر عمه‌ای داشتم، حالا فوت کرده و اینها، خیلی مرد خوبی بود و اینها، بی سواد بود ولی پرمدعا بود خیلی. یادم هست که ما هر وقتی که خانه اینها می رفتیم، مثلا خواهر من یا مادر من یا این کسان من یا پدر من
شوهر عمه من بود. مریض بودیم یا سردرد داشتیم یا سرما خوردیم، یک قرص میخوردیم، شوخی نمی کنم، مزاح و اینها نیز جدی میگم، دستش رو می آورد جلو و خیلی هم آدم ثروتمندی بود. می گفت دستش رو دراز میکرد که می گفت چی میخوریم؟ مثلا می گفتیم قرص آسپرین میخوریم. می گفت یکی هم برای چی خوبه؟ می گفتیم مثلا این برای دل درد خوبه. می گفت یکی هم بده من بخورم که. می گفتم که حاج آقا شما که دلتون درد نمی کنی که قرص برای چی میخوری؟ می گفت نه تو بچه عقلت نمیرسه، این برای دل درد خوبه، یعنی میخورم من دل درد نگیرم. یعنی توجه نداشته، اسلامش هم همونطوری بود که رابطه درمان رو با درد تشخیص نمیداد. ما راجع به اون درمان صحبت نمی کنیم، اسمش حسن بود، درمان حسن آقایی ما دنبالش نمی گردیم. درمان قرآنی یعنی مناسبت باید داشته باشه. این درمانی که قرآن معرفی می کنه اسمش نکاهه، اسم این قرصا نکاهه. این قرص نکاه، سوال من این است، چه رابطه‌ای با بیماری مدیر مالی باید داشته باشه؟ آیا باید خاصیت درمان کنندگی او رو داشته باشه یا بی ارتباط به درمان باید باشه؟ یعنی نکاحی که مدیر مالی انجام میده باید این نکاح مناسب با درمان خوف او در مدیریت باشه یا نه؟ آقای سلطانی پاسخ میدن که در اینجا سوال خلق میشود، هرگاه مدیر حفظ حقوق یتیم در اینجا این سوال خلق میشود که هرگاه مدیر حفظ حقوق یتیم به خاطر حفظ و عدالت حق یتیم بخواهد نکاح کند، مادر یتیم به این نکاح رضایت ندهد و یا ندادن رضایت و یا با دادن و با ندادن رضایت بله حق یتیم تلف شود و عدالت برقرار نگردد، مسئولیت در کجاست؟ این سوالی که شما میکنید فوق العاده سوال مهمی است، ولی این ارتباطی به این موضوع نداره. سوال شما به این ترتیب برمیگرده جناب سلطانی که اگر این ازدواج درمان نباشه، یعنی الان چیزی که شما دارید مطرح میکنید به نکاح غیر متناسب دارید اشاره میکنید، به نکاح نامربوط دارید اشاره میکنید، چه نکاح باشه چه عدم نکاح باشه، میگوید که اگر در صورت نبودن نکاح ممکن است که به مدیریت صدمه وارد بشود. این یک موضوع کاملا جدیده. مسئول کیست؟ مسئول این شخصی است که مدیر مالی است، مسئول حکومت است، مسئول مادر است، قطعا مسئول مادر است و کسی که مقصر است در این ماجرا باید محاکمه بشه، مادر باید محاکمه بشه. این پاسخ این قسمت از سوال شما. ولی موضوع مهمتری که من در این مطلب شما پیدا می کنم این است که شما به درمانی اشاره می کنید که این درمان ممکن است که درمان این درد نباشه. من سوالم رو اینطور مطرح کردم اگر دقت کرده باشید که من در فرانسه قیم و سرپرست یک بچه 4 ساله هستم. اصلا مادر یتیم رو فعلا فراموش کنید. ما اصلا روی راجب یتیمی صحبت میکنید که مادر نداره، مادرش مرده، پدرش هم مرده. خب اونا رو بزنیم کنار که فکرتون راحت باشه. حالا الان که این بچه 4 ساله که نه مادر داره نه پدر، منم قیمش هستم، من 70 سالم بیشتر نیست، جوانم دیگه، تحمل این کارها هم دارم، این بچه رو میذارم پلوی خواهرم، میگم این بچه رو نگه دار، من برای حفظ حقوق یتیم و احساس میکنم که من عدالت رو نمیتونم رعایت بکنم، خواهر جان خیلی وجدانم ناراحته. یه خب برادر عزیز کاری بکن وجدانت راحت بشه. میگم حالا این بچه رو شما نگه دار، من از فرانسه میرم استرالیا، یه دختری از 18 سالش بیشتر نیست، من فکر میکنم که آرامشی پیدا میکنم که مدیریتم خیلی خوب میشه، وقتی برگردم فرانسه خیلی خوب مدیر و مالی میشم. آیا به نظر شما ارتباطی بین این نکاح و حفظ عدالت هست یا نیست؟
اونجا. سوال من این سوال خیلی مهمه که موضوع نکاح مطرح نیست، موضوع ارتباط عقلانی و منطقی نکاح در درمان خوف مدیر مالی است. قرآن در کمال ظرافت و اعجاز، این که عرض میکنم که واقعا آدم در مقابل این کتاب با تمام وجود و با تمام حقیقت سر تعظیم فرود میاره. والله این رو که میگویم خدا رو شاهد میگیرم، نه قصد تبلیغ اسلام دارم، نه اصلا این آخر عمری که پامون رو به گوره، اصلا داخل گوره، چه چیزی من دارم که بخوام تبلیغ بکنم یا کسی رو جز گفتن حقیقت و جز اینکه ریفلکت بکنم و بازتاب احساسات و عواطف درونیم رو منعکس بکنم، هیچ چیز دیگری نیست. من وقتی به این آیه نگاه میکنم، مدت‌ها من راجع به طابه اتاق فرمان آیه شماره 3 رو روی صفحه قرار بدید، ملاحظه میکنید اگر میترسید و خوف دارید که نتوانید رعایت عدالت بکنید برای حفظ اموال یتیمان، فنکهو، پس نکاح کنید، ما طابه، با آنچه که مناسبت دارد، با آنچه که مطلوب شما و مناسب شماست، مطلوب شما و مناسب شماست، مطلوب شما و مناسب شما. مطلوب شما خب تبعیض دیگه، تشکر میکنم اتاق فرمان، خیلی روشنه که مطلوب شما، شما به یه آدمی که ازش تنفر دارید که نمیرید ازدواج بکنید که، اون رو فهمیدیم. اما قسمت دوم مفهوم این لغت که مناسبت هست، ارتباط منطقی هست، در نفس آیه، در متن آیه آمده که باید نکاح رابطه منطقی با علت داشته باشد. شما در فرانسه داری یتیم رو نگه میداری، رفتی دنبال خانومبازی در استرالیا اسمش رو نکاح گذاشتی، چه ربطی داره اون ازدواج تو با حفظ حقوق این یتیم؟ میگه گفته نکاح نکاحه دیگه آقا، آیه شماره 3 گفته یتیم داری نکاح هم بکن، اینا پکیج سر هم میاد، اینجوری نیست. با یک کسی صحبت میکردی میگفت منظور مادر یتیمه، گفتم پس اگه مادر یتیم نباشه این آیه باطل میشه دیگه، نیست؟ مراجع به یتیمان که صحبت میکنه، شما 4 یتیم که دارین 4 مادر دارن، با 4 ازدواج میکنین، منظور این آیه رو اینطوری معنی میکنین؟ یاره چرا؟ برای اینکه 4 زن بهش میده. تو حالا اگه مادرشون مرده بود چه خاکی به سرت میکنین؟ اون وقت دیگه لال میشه. باز هم وقت گفتم باز هم نکاح هست، اگه این نکاح مربوط به مادر یتیم میشه. حالا خیلی تعجب خواهید کرد که در بیشتر قرآن هایی که ترجمه شده، مردم گوشتون رو خوب باز بکنید ببینید کسانی که از جهل من و شما استفاده میکنند و قرآن رو زیر پا لگد مال میکنن، خدای من شاهدی که قرآن رو زیر پا لگد مال میکنن، به دروغ و چاپلوسی قرآن رو سر میگیرن میبوسن، در واقعیت امر قرآن رو زیر پا لجن مال میکنن. اگر میترسی که نتوانی رعایت عدالت در حفظ مدیریت اموال یتیم را به جا بیاوری، با اون یتیم ازدواج کن. ترجمه آقای قمشه‌ای، ترجمه آقای جوادی، ترجمه آقای فولادبند، ترجمه ترجمه ترجمه، یکی بعد از دیگری. از تمام این افراد هم پرسیدن، از زنده و مردشون، که یتیم یعنی چه؟ آخه یتیم یعنی چه؟ به هر کسی که پدر مادر نداشته باشه میگن یتیم، به منم میگن یتیم یا نمیگن؟ من نه پدر دارم نه مادر، هر دوشون به دار از دار دنیا رفتن. پس من چی هستم؟ من یتیم هستم یا نیستم؟
شرط یتیم بودن نداشتن سرپرست، سرپرست قهری پدر مادر و صغر سن. یک دختر یتیم نمی شود. مردم دنیا، آخه چرا ما چشمامون رفته کله سرمون؟ میگوید که حقوق یتیم رو بهش پس بده. کی پس بده؟ وقتی که بالغ شد. یعنی بالغ نیست الان. اگر که بالغ بود، اگر این دختر 20 سالش بود، که چرا تو اموالش رو نگه داری آخه؟ آدم دروغگو. شما اموال یک دختر 20 ساله رو حفظ میکنی؟ دختر 20 ساله احتیاج به قیم داره که تو اموالش رو مدیریت بکنی؟ که باش ازدواج هم بکنی؟ یا راجب دختر 2 ساله داره حرف میزنه؟ راجب دختر 2 روزه داره حرف میزنه؟ همونی که مطلوب خیلی از علما هست. با این میشه ازدواج کرد؟ اگر یتیم عنوان آدم صغیر هست از نظر سنی که به عدم بلوغ رسیده، چطور میتواند در نکاح شرکت بکند؟ این جامعه دانشمندان مترجم این قرآن، مردم، مردم دنیا، که اگر در حفظ حقوق منافع یتیم شک داری و چنین است و چنان است، با خود اون یتیم ازدواج کن، تمام اشکالات برطرف میشه. با چند تا یتیم؟ 4 تا. یعنی اگر از 4 تا خانواده مختلف 4 تا دختر 3، 4، 4 ساله و 5 ساله بود، با همه اینا ازدواج کن. های وای 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 وای. و الله تعدلو، و اگر که فکر کردی که نتوانی بین این دختر بچه های 3، 4 ساله عدالت برقرار کنی، ان 4 تا زن داری، یکیش 3 سالشه، یکیش 5 سالشه، یکیش 4 سالشه، حرم سرا باز کردی با اینا، این قرآن رو ما باید قبول داشته باشیم یا نه؟ قرآنی که به من و تو اجازه بده که یه حرم سرا باز کن، 4 تا دختر بچه هم اونجا به اینا زنای تو هستن، هر شب پلو یکشون بخواب. و بعد قرآن میگوید که اگر اتفاقا نتوانستی که عدالت، لغت قرآن وقت عدالت رو هم روش میشه که استفاده بکنه، اگر که عدالت رو نتوانستی، فکر کردی که نتوانستی عدالت رو رعایت بکنی بین این همسرانت، اون وقت یه دونه دختر 5 ساله بگیر، یا 2 تا، یا 3 تا، یا 1.5، یا هر چقدر که تونست. این روزگاری که به سر ما آمده مردم، این اسلامی که برای ما ساخته شده، این بدبختی و مصیبتی که ما گرفتار شدیم، این استعماری که کمر اسلام رو شکسته، ای کاش این کشورهای خاورمیانه نفت نمی داشتند و بدون نفت زندگی شرافتمندانه می کردند. ای کاش که کشور ایران نه نفت داشت، نه مس داشت، نه اورانیوم داشت، نه آهن داشت، مثل بقیه کشورهای دنیا که هیچ کدام اینها رو ندارن زندگی داشت. ای کاش در خاورمیانه نفت پیدا نمی شد. ای کاش این نفت رو خدا می برد در استرالیا، می برد در آفریقا، می برد در اقیانوسیه، می برد در یک جای دیگه. ای کاش ما این نفت رو نمی داشتیم که به این روز بیفتیم، که از 250 سال پیش وقتی که دولت انگلستان همراه با دولت پرتغال کمر می بندند که ترکیه عثمانی، حکومت ترکیه عثمانی رو در دنیا که شاید بزرگترین امپراتوری روی زمین بوده از نظر قدرت و از نظر تکنیک، این امپراتوری رو به خاک بکشانه، که کشاند، با تجزیه عربستان و تجزیه مصر کمر ترکیه عثمانی رو شکست. از همون زمان دین وهابی رو در عربستان
بین خاندان سعودی و شریف برقرار کرد. تا امروز دست بر نداشته در نابودی مفاهیم قرآن و در مبارزه با عدالت، که ذهنیت مسموم به وسیله ملا برای مسلمانان بدبخت دنیا مثل من بدبخت به وجود آورده، که ذهنیت من ذهنیت شرکه و اونقدر تربیت مشرکانه شدم که از حقیقت و از نور فرار میکنم، پرواز میکنم، از نور دور میشم، مثل خفاش زندگی میکنم، چون یک عمری من در تاریکی نگه داشته شدم و قرآن رو به عنوان یک کتاب وحشت بالای سر من گذاشتن، مثل یک غول بیشاخودم، مثل یک افعی مسموم درنده خطرناک بالای سر من قرار داشت. راجب این قرآن فکر نکنیان، راجب این قرآن ایراد نگیریان، راجب این قرآن نظر ندهیان. قرآن رو با تلفظ درست بخون، قرآن رو بذار روی سرت، قرآن رو بذار روی پشتت، قرآن رو بذار تاخچه بالا، تاخچه پایین. معنیش چی؟ مفهومش چی؟ مفهومش اینه چی؟ حرم سرا باز کن، چهار تا دختر 3 ساله و 4 ساله و 5 ساله دور خودت جمع بکن، پر اینها بخواب. این قرآنه، این عدالت، این دینی است که انگلیس و لا اله الا الله. اجازه بدید که لا اله الا الله. آقای خانم آواسی می نویسند که با متعلقین آن یتیم بتوانیم که در تماس باشیم. مقصودشون این است که مرتبط باشه با مشکل مدیریت، تصور میکنم. جناب رسولی می نویسند فقط ارتباط این دارو که نامش نکاح است در راه تأمین حق یتیم و رفع تردید در تأمین حق یتیم است و بس. همین گونه است. به نظر من هم همینطور. استاد توفیقی می نویسند که در این آیه عبارت ما تا ولکم رو مقید و محدود به طیب بودن کرده است. من تصور می کنم که یک واژه اضافی در ارتباط با این موضوع مناسبت هست، یعنی که مفید بودن، یعنی افاده این حکم منوط و موکول به ارتباط و مناسبت این موضوع با موضع است و از اون ترتیب این مفهوم مستفاد می شود که اگر مناسب نباشد مفید هم نیست، و اگر که وجه تناسب در ارتباط وجود نداشته باشد به افاده منتهی و منجر نمی شود. حالا با این استدلال این بیان می شود که افاده و ارتباط در کنار هم هستند، یعنی به مناسبت ارتباط است که افاده حاصل می شود. نظر جناب عالی رو در این زمینه عارض هستم. آقای قدری می نویسند که هدف تعیین حقوق یتیم توسط خداوند است، چون یتیم اصولا معصوم است، تصرف حقوقی کرده نمی تواند. حفظ این حقوق از طرف خدا
به واسطه شخصی که دریافت کننده پیام خداست می توانید به داستان ذوالقرنین و موسی هم از این تضمین خدا صحبت می کند. خلاصه منظورم تعرض بر حقوق دیگران را هلاکتبار می داند، همین گونه است، و انفاق را تقویت حیات. همین طور است که می فرمایید. جناب فنادی با ما هستند، خدمتشون سلام می کنم. خدمت خانم دکتر غفوری هم عرض ارادت می کنم. خانم غفوری می گویند سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد نهایت عالی قدر و عالم ستودنی بانوی مهربانشان، همکاران عزیزشان و همه سروران گرامی در این برنامه بسیبا و حیاتی. خانم دکتر غفوری می نویسند که سال نو و بهار زیبا را خدمت شما استاد گرانقدر، خانواده گرانقدر و همه دوستان گرامی که این پیام رو می بینند مبارک باد می گویم و آغاز بهار را شروع بهترین های زندگی برای همه عزیزان آرزو می کنم. امروز تصور من این بود که ما این آیه مهم رو می توانیم که کوتاه ولی مهم رو به پایان ببریم. آقای برکی می نویسند مردی همسرش فوت شده و یک طفل از آن زن به جا مانده و مرد با زنی دیگری ازدواج میکند. آن زن هر ظلمی که از دستش برمی آید بر طفل روا می دارد. اگر این مدیر غیر از مادر یتیم ازدواج کند، یتیم مورد ظلم قرار می گیرد. بنابراین مدیر نباید با زن دیگری ازدواج کند. مسائل مختلفی جناب برکی در این کار مطرح میشه که ما پله پله جلو میریم و هر چقدر که پیش میریم این موضوع محکمتر و مشکلتر میشه. و شما در پایان اگه به لیستتون نگاه بکنید میبینید اگر از اول با این لیست مواجه میشدید شاید که مفاهیمش رو مشکل می دانستید برای ادراک. درست مثل کسی که در یکی از داستانها بچه بودیم می خواندیم، حالا یادم نیست چی بود اصلا، ولی یک دختر بچه رو دیدن که یه گاوی رو مثل این که به دوش می کشه و از پله ها می ره بالا. پرسیدن ازش که تو دختر بچه با این جسه کوچک این گاوه به این بزرگی رو چجوری از این پله ها می بری بالا؟ گفت این از وقتی که یک بچه گوساله کوچکی بوده من این کار رو کردم، دیگه اینم کم کم بزرگ شده، منم زورم زیاد شده، اینو بردمش بالا. ولی اگر از اول یه گاوی رو بدن به یک بچه بگن اینو ببر بالای کوه، نمیتونه این کار رو بکنه. حالا این موضوع هم وقتی تمام بشه یک مقداری موضوعات مهم فنی و تخصصی از خودش به جا میگذاری که یکیش رو شما الان مطرح کردید، ولی این موضوعات رو بگذارید برای اینکه یک نظمی در این کار باشه با اون ریتم سوالاتی که مطرح میشه پاسخ داده بشه که این موضوع به یک شکل سازمان داده شده ادامه پیدا بکنه که موضوعات بر اساس وقوعش بررسی بشه که اگر این دارو بود این دارو باید چی باشه، باید داروی مناسب و مفید باشه، کی دارو مفید میشه. همین سوالی بود که من از استاد توفیقی سوال کردم. آقای توفیقی که من همیشه دعاگو و از خدا طول عمر ایشان رو میخوام، شخصیتی است بسیار معتبر و باسواد و مفید و بی غرور و بی منیت زدن و اظهار فرعونی کردن، مساوار کار خودش رو انجام میده و من
خیلی خوشبختم که یک کارشناسی و یک قرآن سیاری مثل راسخ عزیز خداوند ما رو به اون نعمت بخشیده. بی نهایت از دقت شما آقای توفیقی و همکاری تنگاتنگ شما با قرآن سپاسگزاری میکنم. شما مهره ارزشمندی در این حرکت اجتماعی هستید. می نویسند آقای در مقابل مطلبی نوشته بودند آقای توفیقی که در اونجا متذکر شده بودند که این واژه معنی مفید می دهد. چون که در اینجا صحبت بر سر ارتباط هست به عنوان مفید بودن، ضمن اینکه پذیرفتم از ایشان که این هم بایستی که مفید باشد و هم طیب باشد، یعنی اگر که طیب نباشد این قانون اجرا نشده، با هر زنی نمی شود که نکاح انجام بشود، شرط طهارت وجود دارد در اینجا و طیب بودن. و همینطور خدمت ایشان عرض کردم که شرط افاده که در اینجا آمده موکول به وجود ارتباط است و ارتباط نکاح با حل مشکل خوف در اجرای عدالت، و هنوز نگاه نکردم که متن فرمایششون رو بخونم. فقط برمیگردم به بالا. جناب محمد برکی میگویند من یک ویدیو به سرکار مینو خانم فرستادم، لطفا آن را ملاحظه کنید. حتما این کار رو خواهم کرد. خطول قفور سلام میکنند به همه دوستان و سروران ارجمند. استاد توفیقی می نویسد که منظور حقیر همان است که جناب‌عالی با کلمات دیگر بیان فرمودید. طیب بودن هنگامی مفهوم پیدا می کند که نکاح متناسب با حفظ حقوق یتیم باشد. ملاحظه بفرمید، منظور حقیر همان است که جناب‌عالی با کلمات دیگر بیان فرمودید. طیب بودن هنگامی مفهوم پیدا می کند که نکاح متناسب با حفظ حقوق یتیم باشد، به وجهی که خوف از قسط با آن نکاح برطرف شود. یک بار دیگر به این نوشته ارزشمند اشاره می کنم. منظور حقیر، یعنی منظور استاد توفیقی، منظور حقیر همان است که جناب‌عالی با کلمات دیگر بیان فرمودید. طیب بودن هنگامی مفهوم پیدا می کند که نکاح متناسب با حفظ حقوق یتیم باشد، به وجهی که خوف از قسط در واقع خوف از عدم قسط با آن مرتفع شود. از یک سو من وقتی به ترجمه ها نگاه میکنم غمناک میشوم، و از یک سو وقتی که به نور نگاه میکنم، به انسانهایی مثل همین آقای توفیقی، آقای قدری، آقای سلطانی، دوستانی که در اینجا هستند مراجعه میکنم که هر کدام یک گل رنگینی هستند و معطر در این گلستان قرآنی، خدا رو شکر میکنم و وجود اینها به من آرامش میده که بتوانم در مقابل این ناملایمات ایستادگی بکنم. پس در این آیه قرآن میگوید که خطاب میکند به مدیران مالی در امور حفظ حقوق یتیم و
رعایت عدالت و به اون بخش از مدیران مالی اشاره می کند که دچار این تردید و این نگرانی و خوف هستند. یعنی در شرایطی هستند که توجیه می شود خوف اونها. یک شرایطی وجود دارد، شرایطی محیط است بر اوضاع و احوال مدیریت که در اینجا امکان انجام و اجرای عدالت به تردید می افتد و مدیر مسئول این کار متوجه می شود که به نظر می رسد که اجرای عدالت سخت باشد، با اون مخاطب صحبت می کند. مدیری که اصلا این اشکالات رو نداره، ترسی هم نداره، مدیریت داره انجام میشه، اون این آیه مربوط بهش نمیشه. کسی که اصلا در کار مدیریت نیست، این آیه بهش مربوط نمیشه. کسی که در کار مدیریت است و شرایط حاکم بر مدیریت ایجاد تردید در توان و چگونگی عملیات در اجرای قانون عدالت میکند، به اینها میگوید که به فکر نکاح باشید، به عنوان درمان در ارتباط و در مناسبت با این امر، یعنی دنبال دارویی بگردید به نام نکاح که معالج این بیماری باشه، نه هر دارویی. این موضوع به اندازه همه قرآن ارزش داره. توجه به این موضوع، توجه به این که ما تابه آنچرا که طیب است برای شما، آنچه که مفید است برای شما، و افاده یک امر در این مورد رابطه مستقیم با تناسبش داره، همونطور که اشاره کردم و اشاره کردن. پس اگر در مدیریت مالی و اجرای عدالت دچار تردید شدی و شرایطی برای توجیه این تردید وجود داشت، پس به امر نکاح فکر کن، به عنوان چاره، نکاحی که رابطه مستقیم منطقی و متناسب با حل مشکل تردید و خوف در مدیریت داشته باشد. در اینجا باید بحث رو متوقف بکنیم و شرایط ازدواج رو یک بار دیگر مرور کنیم. در قرآن شرایط ازدواج به چه صورت است؟ این کار رو که انجام دادیم، اون وقت باز در یک غربال دیگری کسانی که کاندیدای نکاح می شوند مشخص می شوند که چه کسانی هستند، که به طور کلی اینها باید بالغ باشند، عاقل باشند، اهلیت داشته باشن، معارض نداشته باشن، ترازی وجود داشته باشه، و بین اینها باید دید که آیا مادر یتیم هم میتواند جزء این کاندیدا باشد یا نمیتواند، و آیا فقط مادر یتیم میتواند کاندیدا باشد یا هر زنی که نکاح با او مرتبط با موضوع مدیریت بود میتواند که نامزد این امر باشه. و وقتی که اون غربال انجام شد و زنها معین شدند، مرد معین است، زنها معینند و یتیم هم معین است، و اون وقت باید ببینیم که چگونه مکانیسم درمانی رو معالجه بکنیم و مطرح بکنیم که چگونه این دارو این بیماری رو درمان میکنه. مثلا میگوید با زن شماره یک نکاح کن، اون وقت این سوال از قرآن میشود که این زن شماره یک در مورد این بیماری خوف در اجرای مدیریت عدالت پیشه چه نقشی دارد که رفع خوف میکند. نقش این زن در ازدواج چگونه است که از خوف مرد در امر مدیریت جلوگیری می کند.
دو سه مرحله دیگر هم هست قبل از اینکه ما این نیم خط اول این آیه رو به پایان ببریم تا به قسمت نکاح برسیم. امروز روزی طولانی در پیش داشتیم و هم دوستان من در اتاق فرمان مستهلک شدند از نظر چند ساعت سر و پا ایستادند و بیشتر از 9 ساعتی که اینها در استودیو هستند بدون اینکه فرصت داشته باشند حتی یک لقمه نانی مصرف کنند و همه اینها این کارها رو با شوق انجام میدهند و میخواهند که بیاموزند که هرچه بیشتر در این کار فرهنگی مشارکت کنند. من از خدای خود سپاسگزار و شاکر هستم و با تمام وجود از نعمتی که به ما و شما داده قدردانی می کنم و شکر می کنم و بدهی خودم رو در مقابل این عنایت تشخیص می دم و تلاش می کنم در اینکه بدهی خودم رو بپردازم و محکوم و مجرم در حق الله و حق الناس نبوده باشم. این بحث حیاتی و حساس که با ناموس قرآن در ارتباط است در نشستی دیگر ادامه خواهد یافت. فردا روز شنبه است گویا و ما اپراتورهای بیشتری خواهیم داشت فردا و شاید که بین چند اپراتور فرصتی برای اپراتورها معین بشود که یک آبی بنوشند، یک قدم راه بروند. همه در تعجب هستند که با توجه به همه کسالت‌ها و بیماری‌هایی که شما دارید این من دارم، این عجب جانی دارید و که 8 ساعت 9 ساعت در اینجا می نشینید. امیدوارم که خداوند خدمات همه خادمین خود رو بپذیرد و امیدوارم که غرور و تفرعون رو از ما دور بگرداند. ما در نشست فردا اگر عمری باشه به این موضوع مهم حیاتی ادامه می دهیم و امیدوار هستیم که مورد رضایت خدا قرار بگیریم. ما با توکل و توسل به حضرت امر، حضرت حق در این مسیر ادامه می دهیم و در همه حال دست از طلب بر نمی داریم. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. تکیه 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 بر تقوا و دانش، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. توکلت علی الله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از شما ممنونم که باعث این کار میشی. میدونی من فکر میکنم که
چقدر زمان میخواد که مردم خیلی عقبن، هیچ کدوم نمیفهمن، برای همین جواب نمیدن. یا اینکه ولی خب جواب میدن، چرا دیگه دارن میان دیگه، تعداد کم جواب میدن. خب خوب میشه، خوب میشه. یعنی میگم نمیدونن چی جواب بدن، عقبن. خب خیلی هم من مته به خاشخاش گذاشتم، میدونی، یعنی که کاری که هیچ وقت نکردم تا حالا. باید بکنن، باید بکنن، اینا خودشون باید به نتیجه برسن. یعنی اینا یاد میگیرن که بعد از این چطور عمل بکنن. چقدر مونده؟ 11 ساعت دیگه مونده، 12 ساعت.